تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. با عنایت و لطف خداوند از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تفسیر گفتیم. هر آیه چند دقیقه ای به جزء 7 سوره انعام و الان آیه 93 هستیم. این آیه که حدوداً 5 سطره بخونیم. و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. و من اظلم، تو قرآن ظالم را به افراد مختلفی گفتن، اما اظلم را به کسانی گفتن که ظلم فرهنگی میکنن، دروغ میبندن، تهمت، اهل دروغ و تهمت و بدعت و دین تراشی، قانون تراشی و مردم را از مسیر حق باز میدارن، نمیذارن مردم به مساجد برن. و من اظلم ممن منع مساجد الله و من اظلم ممن افترا علی الله. کیست ظالم تر از کسی که به خدا دروغ ببنده و اوقال یا بگه اوهی الیه ولم یوه الیه، بگه به ما وحی میشه و اون که به او وحی نمیشه، یعنی ادعای نبوت کنه. در زمان ما متاسفانه هستن کسانی که ادعا میکنن که ما نماینده امام زمان هستیم، با امام زمان علیه السلام رابطه داریم، به من الهام شده، به من وحی شده، خواب نما شدم، نظر به من شده. و افراد هم دور اینها رو میگردن و کسی که دستش از تو دست مراجع تقلید آورد بیرون، بالاخره گرفتار این شیادا میشه. چیز ظالم تر از کسی که میگه که به خدا افترا و دروغ میبنده و به عوام میگه که اوحی الیه، به من الهام شده، وحی شده، ولم یوحی الیه، شاید هیچی بهش وحی نشده. یا من قال سأنزل مثل ما انزل الله، میگه منم مثل آیاتی که قرآن خدا نازل کرده منم میتونم اینها رو نازل کنم. خب لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر بخوام در جای دیگه هم داریم، در سوره انفال آیه 31 میگن لو نشاء، میگن اگر میخواستیم لقلنا مثل هذا، ما هم مثل قرآن میتونیم بیاریم. امروز هم هستن افرادی که میگن ما هم میتونیم مثلا این کارا رو بکنیم. اینها ظالمترین افرادن که رابطه با غیب ندارن، میگن رابطه داریم، الهام به اینها نمیشه، وحی به اینها نمیشه، میگن به ما وحی میشه. یک سطر مثل قرآن نمیتونن بیارن، میگن ادعا میکنن بله ما هم مثل قرآن میتونیم بیاریم. اینا خیلی بد میبینن. میفرماد ای پیغمبر ولو ترا از ظالمون، اینها ظالمن، و اگر ببینی وقتی اینها در غمرات موت قرار میگیرن، غمرات یعنی به معنی شدائد که لحظه مرگ بره پیدا میشه، ولو ترا از ظالمون فی غمرات موت، وقتی این ستمگرانی تهمت زن، بدعت گذار، پرمدعای بیدلیل، اینا بد جون میدن، وقتی اینها در غمرات موت، در سکرات مرگ، در آستانه مرگ قرار گرفتن، و الملائکه باسطوا ایدیهم، در حالی که فرشتگان بر قبض روح اینها دست های قدرت خیش را گشوده، میگن که یلا اخرجوا انفسکم، فرمان جان دادن میدن، میگن جون بکن، اخرجوا انفسکم الیوم تزدون عذاب الهون، امروز به خاطر نسبت های ناروایی که به خدا داده اید و از آیات او سرپیش کردید به عذاب خارکننده کیفر داده میشید. خب این
در این آیه در شأن نزول این آیه اومده که شخصی به نام عبدالله ابن سعد از نویسندگان وحی بود، رسول خدا او را به خاطر خیانتی که کرد طردش کرد، او هم مردم رو جمع کرد و میگفت منم میتونم مثل قرآن بیارم. بعضی هم شأن نزول آیه رو ادعای پیغمبری مسلمه کذاب دونستن که در اواخر عمر پیغمبر پیش اومد و آیه را میدونستن که منتها پیغمبر فرموده اینو اینجا قرار بدید. به هر حال شأن نزولش دلیل بر اینه که منحصر در یک زمانه، در یک حال. اصولا شأن نزول این جرقه، یه جرقه پیدا میشه، از اون جرقه یه جریان را میفته، مثل مثلا بمبارون میشه، بعد پیش بینی میکنن که شهرداری ها هر کی میخواد خونه بسازه با تونه سنگرم بسازه، یعنی به خاطر یک حادثه یک سیاست گذاری میشه، یه حادثه رخ میده، این آیه نازل میشه، ولی آیه مربوط به اون حادثه نیست. به قول ما طلبه ها فنی حرف میزنیم، میگیم شأن نزول مورد، شأن نزول و مورد مخصص یه جای نیست، این عمومیت داره. در زمان ما همین الانی که بنده حرف میزنم، همین امشب قبل از اینکه این تفسیر بگم، فیلم رو برای من آوردن که کسانی که در مناطق مختلف ادعاهایی داشتن، نمانده امام زمان، رابطه با غیب، نمیدونم در خواب دیدم که امام حسین گفته تو نایب من باش، نمیدونم من با غیب رابطه دارم، من با جن رابطه دارم، یه مش آدمای شیاد در مناطقی که علمای ربانی حضور ندارن، اینها افراد ساده دل را جذب میکنن و گاهی وقتا به یه چیزهای توسل پیدا میکنن که بعد وقت از اینها فیلم برداری میکنن و میرن عقاید شیعه را مورد توهین قرار میدن. شیعه به هر سنگ و چوبی و به هر جسم و جمادی تمثل میکنه. شیعه به قرآن میگه که شیعه به شهدا متوسل میشه، الیسم که شهدا زندن، قرآن میگه که فکر نکنید شهدا مردن، شهدا زنده هستن. ما به امام حسین متوسل میشیم که شهیده، ما به پیغمبر متوسل میشیم که خود اهل سنت هم در همه نمازاشون سلام بر پیغمبر میکنن، السلام علیک ایها النبی. شیعه و سنی، وهابی و غیر وهابی، همه به پیغمبر سلام میکنن. اگر پیغمبر مرده و سنگ و چوب شده که ما نمیگیم که، خود خدا وقتی میگه سلام علی ابراهیم یعنی سلام بر، یعنی سلام بر جماعت. اونا که میگن وقتی انسان مرد مثل خاک میشه، مثل سنگ و چوب میشه، پس خدا وقتی میگه سلام علی موسی و هارون یعنی سلام بر سنگ و چوب، سلام علی نوح فی العالمین یعنی سلام بر چوب، سلام علی آل یاسین یعنی سلام بر سنگ و چوب. به هر حال خدا سلام کرده، خدا که سلام به جماعت که نمی کنه که. وقتی خدا سلام میکنه پیداست اولیاء خدا زنده هستن و ما به زنده متوسل میشیم. این غیر کار شیاداییه که به دروغ تهمت میبندن و افراد عوام ساده رو که دستشون تو دست علمای ربانی نیست گول میزنن و بعدم فیلم برداری میکنن، میبرن در مناطق دور از چشم ما نشون میدن و فکر میکنن همه شیعه ها یه همچی خرافاتی رو قبول دارن. قرآن فرمود بدترین آدم ها کسانیست که میگوید اوهی الهی به من وحی میشه، ولم یوها الهی، ادعای نبوت امامت میکنه، دروغ. و من قال سأنزل مثل ما انزل الله، بدترین آدم هایی که میگن منم مثل قرآن میتونم بیارم، لو نشاء لقلنا مثل هذا. به هر حال مدعی هایی میخواد بگه مدعیان نااهل و دروغگو اینها بد جون میدن به پیغمبر، میگه ولو ترا از ظالمون فی غمرات الموت، اگر بدونی این مدعیا چقدر بد جون میدن. وقتی فرشته های قبض روح میاد میگه جون بدید، جونتون بیرون کنید، اینها اگر بدونی چقدر سخت جون میدن. بعدم میگن بله به شما بگیم بدترین عذاب رو شما خواهید چشید به خاطر که مردم رو گول زدید، اقفال کردید، ادعای به ناحق کردید. کیفرهای اخروی از لحظه مرد شروع میشه. اینم که میگه اخرجوا انفسکم، پیداست روح انسان از جسم جداست و مجرد و مستقل. میگه اخرجوا انفسکم، چون جسم میشه نمیگه روح بده بیرون، پیداست مرد هم جداست. کیفر توهین به وحی عذابهون، میگه عذابهون یعنی عذابی که همراه با خاریه، چون کسی که وحی را سبک میکشمره اونم سبک میشه، عذابی که سبک کننده، خار کننده، ذلیل کننده خواهد شد. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما علم و
بصیرت و حکمت و ایمان و دیدی بده که گرفتار هیچ شیادی نشیم و به امت اسلامی و به همه مردم بصیرت و دینی بده که گرفتار شیادان نشن. الان در جمهوری اسلامی افراد متعددی هستند از این کسانی که ادعای رابطه با غیب میکنن و به دروغ افراد رو گول زدن. این دامنه همیشه هست و باید مواظب باشیم. خب از آیه 93 بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.